بیانیه 5 ارگان غیر دولتی دارای رتبه مشورتی ملل متحد، جنبش علیه نژاد پرستی و برای دوستی میان خلقها، مراپ، حزب رادیکال فراملی، انجمن بین المللی حقوق بشر زنان، بنیاد فرانس لیبرته و توسعه آموزش بین المللی، درباره کنفرانس بین المللی فوریت حفاظت از پناهجویان کمپ لیبرتی در عراق در مقر ملل متحد در ژنو، وضعیت وخامتبار حقوق بشر در دوران روحانی و ضرورت ارجاع پرونده رژیم ایران به شورای امنیت، فراخوان به تحقیقات مستقل ملل متحد درباره قتل عام در اشرف و تأمین حفاظت ساکنان. روز جمعه 14 مارس به ابتکار 5 ارگان غیر دولتی شامل جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی میان خلقها، مراب، حزب رادیکال فراملی، انجمن بین المللی حقوق بشر زنان، بنیاد فرانس لیبرته و توسعه آموزش بین المللی، جلسه تحت عنوان فوریت حفاظت از پناهجویان کمپ لیبرتی در عراق در ژنو برگزار شد. در این جلسه که در یکی از سالن‌های مقر ملل متحد در ژنو تشکیل شد، مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، برنارد کوشنر وزیر خارجه سابق فرانسه و بنیانگذار پزشکان بدون مرز، لیندا چاوز متخصص سابق حقوق بشر در سوکمیسیون حقوق بشر ملل متحد، پروفسور ژان زیگلر عضو کمیته مشورتی شورای حقوق بشر ملل متحد، پروفسور آلفرد زایاس متخصص مستقل ملل متحد در مورد ارتقاء یک نظم بین المللی دموکراتیک و متساوی، دکتر ژان شارلیل عضو پارلمان و شورای شهر ژنو، کریستیان پرگو رئیس مشترک شورای قانونگذاری در ژنو، نجات بوبکر عضو پارلمان فلسطین، دکتر طاهر بومدرا مسئول پرونده اشرف در سازمان ملل و آنتونیو استانگو رئیس هلسینکی واچ و عضو حزب رادیکال ایتالیا سخنرانی کردند. سخنرانان بر نکات زیر تاکید نمودند. 1. کنفرانس وخامت وضعیت حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری روحانی را قویاً محکوم کرد. بنابر گزارش‌های دقیق از ابتدای سال 2014 دست کم 176 تن اعدام شدند. در همین فاصله به طور مستمر صدور احکام اعدام و مجازات‌های وحشیانه همچون درآوردن چشم، قطع دست و پا، بریدن گوش و بینی ادامه یافته است. اعدام‌های جمعی و در ملأ عام در شهرهای مختلف ایران بی‌وقفه انجام شده است. اعدام‌های اقلیت‌های قومی و دینی و زندانیان سیاسی روندی فزاینده یافته است. 2. کنفرانس با توجه به اطلاعیه گزارشگران حقوق بشر ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و با توجه به گزارش دبیرکل به شورای حقوق بشر ملل متحد در 11 مارس مبنی بر اینکه حسن روحانی رئیس جمهور رژیم ایران در تحقق وعده‌های انتخاباتی خود برای مجاز بودن آزادی بیان بیشتر شکست خورده است و زمان انتخاب شدن او افزایش شدیدی در اعدام‌ها بوده است. 3. و با توجه به گزارش دبیرکل به شورای حقوق بشر ملل متحد در 11 مارس که تأکید می‌کند حسن روحانی به رغم وعده‌هایش برای آزادی و ایجاد آزادی بیان شکست خورده است و زمان به قدرت رسیدن روحانی یک رشد شدید در اعدام‌ها در ایران مشاهده می‌شود، خواستار اقدام عملی و مؤثر سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت ملل متحد علیه حکومت ایران برای متوقف کردن روند فزاینده اعدام‌های خودسرانه و دست جمعی شد. 4. کنفرانس بر این باور است که چشم پوشیدن بر نقض فاحش حقوق بشر در ایران که دست کم در 2 دهه گذشته بی سابقه بوده،
به بهانه مذاکرات اتمی و یا هر دلیل و بهانه دیگری، نه تنها موجب شده که مقام‌های رژیم ایران هیچ گونه نگرانی برای پاسخگویی به مجامع بین المللی و ارگان‌های زیرربط نداشته باشند، بلکه برعکس آنها افزایش اعدام‌ها را خدمت بزرگ به بشریت می‌خوانند و خواستار تقدیر از رژیم به این خاطر هستند. محمد جواد لاریجانی، مسئول ستاد حقوق بشر قوه قضاییه رژیم ایران، 4 مارس 2014. و وزارت خارجه این رژیم گزارشگر ویژه ملل متحد را وابسته به صهیونیسم معرفی می کند و مشاور خامنه ای پس از ابراز نگرانی دبیر کل در شورای حقوق بشر درباره ایران می گوید هر آنچه که دبیر کل انجام می دهد و می گوید در راستای اهداف استکبار است. 5. کنفرانس حملات دولت عراق به دستور رژیم ایران علیه پناهندگان ایرانی در اشرف و لیبرتی در عراق و محاصره لوجستیکی و پزشکی آنها را قویاً محکوم نمود و خواستار توقف فوری این حملات و محدودیت‌ها که تاکنون باعث کشته شدن 116 تن از ساکنان، زجر کش کردن 18 تن از آنها و به گروگان گرفتن 7 تن دیگر شده است گردید. یکی از تکاندهنده ترین این حملات قتل عام ساکنان اشرف در روز اول سپتامبر بود. اقدامات رذیلانه‌ای مانند کارشکنی در تخلیه سپتیک ها، جلوگیری از ورود مواد غذایی، کارشکنی در دسترسی آزادانه ساکنان به خدمات پزشکی از مصادیق بارز شکنجه است. 6. ما به طور مشخص خواهان یک تحقیقات مستقل، همه جانبه و عمیق درباره این جنایات از سوی ارگانهای زیرربط ملل متحد هستیم. در روز 9 سپتامبر خانم پیلای با اشاره به گزارش یونامی در روز 3 سپتامبر مبنی بر اینکه همه کشته شده ها از زخم های شلیک رنج بردند، اکثر آنها در سر و قسمت بالای بدن و چندین تن از آنها با دست های بسته اعدام شده بودند، خواستار تحقیقاتی کاملا مستقل، کامل و شفاف در این باره شد. اما 6.5 ماه پس از این کشتار همه شواهد نشان می دهد دولت عراق در صدد از بین بردن آثار جرم است. دفن مخفیانه کشته شدگان این قتل عام یک نمونه بسیار روشن است. در روز 9 دسامبر 2013، یک گروه گزارشگر مستقل سازمان ملل متحد در یک بیانیه مشترک درباره کشتار اشرف نوشتند جنایتی که با مصونیت صورت گرفته است و جرائم و مدارک حاکی از درگیر بودن نیروهای عراقی در ارتکاب جرم فاحش است. از این رو دولت عراق نه می‌خواهد و نه می‌تواند تحقیقاتی در این باره انجام دهد. اگر یک تحقیق شفاف در مورد حملات پیشین به اشرف صورت گرفته بود، احتمال کشتارهای بعدی بسیار کمتر بود و یا دست کم جنایتکاران باید قیمت بسیار بیشتری می پرداختند. بنابراین ما از پروسدورهای ویژه زیرربط شورای حقوق بشر می خواهیم که یک تحقیقات کامل و جامع را در رابطه با کشتار کمپ اشرف هدایت کند. 7. کمپ لیبرتی که ساکنان از خانه 26 سالهشان به زور به آنجا منتقل شدند، بنا به دو نظریه گروه کار بازداشت‌های خودسرانه یک زندان است. در این حال ساکنان از زمان انتقال اجباری به این کمپ مورد 4 حمله موشکی قرار گرفتند که منجر به کشته شدن 14 تن و مجروح شدن شمار زیادی شد. ملل متحد چه به خاطر تعهدات عام بین المللی و چه به خاطر تعهداتی که به طور مشخص در مورد این پناهجویان به طور مکتوب به عهده گرفته است، باید پاسخگوی تأمین حفاظت و امنیت و سلامت آنها باشد و به طور مشخص الف انتقال همه ساکنان به طور موقت به اروپا و آمریکا، ب اصرار به دولت عراق برای ارائه الزام‌های مبرم امنیتی در مقابل حملات موشکی همچون برگرداندن تیوال‌ها، انتقال پناهگاه، انتقال کلاه و جلیقه‌های حفاظتی
و تجهیزات پزشکی از اشرف، اجازه ساختمانسازی و گسترش منطقه اردوگاه، جیم، حضور دائمی سازمان ملل متحد جهت نظارت همراه با تیم کلاه آبی در داخل کمپ لیبرتی، آزادی 7 گروگان و پایان دادن به تحریم‌های وحشیانه علیه کمپ، به ویژه تحریم‌های پزشکی. خانم رجوی در این جلسه از جامعه جهانی به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا و از سازمان ملل خواست که پرونده وضعیت خطیر ساکنان کمپ لیبرتی را به شورای امنیت ملل متحد ارجاع دهند و برای تحقق خواسته های فوق تلاش کنند.